کلی شعار، میگنها و تبلیغات مختلف راجع به کاهش وزن و چربیسوزی سوزی شنیدیم. کدومشون درسته؟ بالاخره با گیاهخواری لاغر میشیم یا گوشتخواری؟ کم چرب بخوریم یا پرچرب؟ بدویم، را بریم، چیکار کنیم بالاخره؟ خب قراره با یه سری میگنهای بیپایه و اساس آشنا بشیم. درود به همگی به کلاس 101 خوش اومدید برشیر جریان هستم و امروز میخوام راجع راجب ده باور غلط در رابطه با کاهش وزن و اضافه وزن صحبت کنم. بدون معطلی بریم سراغ مورد اول آدم های لاغر سالم هستند. نه لزومن درسته که هرچقدر تر باشید احتمالا سالم تر هستید اما از طرفی لاغر بودن دلیلی بر سلامتی نیست بدن ما ترکیبی از استخون، عضلات و چربی هست البته اگر بخوایم سادش بکنیم که میخوایم سادش بکنیم نسبت این ستا خیلی مهمه نه عدد وزن شخصی میتونه به ظاهر یعنی زیر لباس لاغر باشه اما عمیقتر اگر نگاه بکنیم میبینیم که عضلات خاصی نداره بیشتر وزنش باز همون چربی هست در اصطلاح به این افراد اسکینی فت گفته میشه سایزی کوچیک هستند اما نرم و شلوول چرا که عموم بافت بدن همچنان چربی هست در این افراد همچنان دیابت نوع یک و دو اتفاق میفته چرا که بهترین سلاح مقابله با دیابت یعنی ازوله رو ندارند از طرفی مشکلات کبد چرب هم میتونه اتفاق بیفته در این افراد این هم اضافه کنم برد میتونه اسکینیفت یعنی لاغر باشه ولی ناسالم زمانی که شخص مدام غذای ناسالم بخوره اما خیلی هم زیاد نخوره خب اضافه وزنی پیدا نمیکنه اما سالم هم نیست همچنان دچار بیماری های مختلفی میشه نمونهش همون که ارز کردم کبد چپ این بیشتر در افراد بد شایع هست مورد دوم اضافه وزن بخشی جدا ناپذیر از فرایند افزایش سن هست این هم زیاد شنیدید و میدونم خیلی ها هم خوششون میاد وقتی دکتر بهشون میگه آره شکم در ولی خب مال سن دیگه منم دارم کارش نمیشه کرد سخت نگیر پدر یا مادر چون. خب نه اصلا درست نیست تنها علتی که این امر در سنین بالا شایع هست برمیگرده به زمان شما هر کاری رو برای 20 تا 30 سال انجام بدید بالاخره نتیجهش رو میبینید شکم بزرگ هم نتیجه تلاش بیوقفه شما بوده نه لزوما فقط کار سن عموم افراد هم فکر میکنن از سنی به بعد دیگه نمیشه شکم رو آب کرد که بازم غلطه همونطور که درست کردنش زمان برده آب کردنش هم زمان میبره دیگه کلا هر تغییری بدید در سبک زندگیتون چه خوب چه بد بلا فاصله که اثرش رو نمیبینید باید زمان بدید صبر کنید تا خودش رو نشون بده بحث زمان شد بد نیست یه نکته هم اضافه بکنم وقتی میبینید یه نفر داره سبک غذایی خاصی رو ترویج میکنه یا خاری یا گوشتخاری هرچی قاعدتا اول ببینید خودش در چه وضعیتی هست بعد از اون مهمتر ببینید چند وقته داره این کار میکنه اگر شش ماه شروع کرده به خام گیاهخواری خب منبع درستی برای خوب بودن این سبک نیست اگر 20 سال هست خب ببینید وضعیت سلامتش چطوره ببینید چی کار کرده خلاصه کنم نرید دنبال اینفلوئنسرهای 20 ای که با سبک زندگی عجیب غریب شکم تختی دارن. برید دنبال افرادی که پنجاه رو رد کردند سالم هستند و ببینید در سی سال گذشته چی کار کردند فرد 20 ساله فیت هنوز با زمان خودش و سبکش رو ثابت نکرده اما پنجاه ساله فیت چرا مورد سوم کالری کالری فرقی نمیکنه چی بخورید حواستون به کالری باشه اینی که رسما تیپیکال ترین چیزیه که به شخصه در 20 سال گذشته شنیدم تا همین سه سال پیش هم بهش اعتقاد داشتم ولی غلط هست و چراش خیلی ساده است مورد اول کالری میتونه منشه سالم یا ناسالم داشته باشه میشه 500 کالری از منابع مختلف گرفت اگر فقط 500 کالریش مهم باشه باید با 4 تا آب نبات احساس سیری بکنیم اما همه میدونیم این اتفاق نمیفته چرا دوم برمیگرده به انسولین یه طولانی طولانیه اما با مصرف کالری که بیشتر قند یا کربوهیدرات هست قند خون به شدت و سرعت زیادی بالا میره میدونیم که بدن یه حد مشخصی از قند رو میتونه تحمل بکنه بیشتر یا کمتر در سر میشه و در هر دو حالت فرد به کما میره وقتی بیشتر میشه بدن با ترشح انسولین شروع به پایین آوردن این قند میکنه با سرعت زیادی حالتا خیلی دقیق نیست دیگه پس از حد مجاز هم پایین تر میاد وقتی با این میاد باز خطرناک دیگه شما شدیدا احساس گرسنگی میکنید این میشه گرسنگی کاذب که بعد از خوردن یه غذای شیرین میاد اگر باز یه چیز شیرین خوردید باز این داستان همینطوری تکرار و تکرار میشه اگر نخوردید بدن وارد فاز استرس میشه چرا که قند بیش از حد افت کرده پس با ترشح کورتیزول میاد به افزایش قند خون کمک میکنه با کورتیزول میدونیم که بدن میره سراغ گلایکوژن که نوعی قند ذخیره شده در ازولات هست خیلی نیست استرس اگر همچنان ادامه داشته باشه ازولات اما خورده میشه اینه که افراد دیابتی با سن تخت و پاهای لاغری دارن طولانیش نکنم خلاصه که اون زمان که انسولین بالا میره بدن وارد فاز جمع کردن چربی به دور خودش میشه شروع میکنه به تبدیل اون قند اضافه به چربی این میشه چربی خطرناکی به اسم چربی احشایی که در قسمت 56 راجبش صحبت کردم اما دلیل سومی که هر کالری کالری خوبی نیست برمیگرده به پروتئین یکی از اصلی ترین نیازهای بدن پروتئین و چربی هست وقتی برید سراغ منابع غذایی ناقص مثل خام گیاهخواری پروتئین لازم به بدن نمیرسه همش احساس گرسنگی میکنید و در آخر مجبورید هی بیشتر و بیشتر بخورید چرا که مواد مغذی لازم رو دریافت نکردید حالا بر اساس بابر کالری به اندازه لازم مصرف میکنید اما بدن کالری نمیفهمه چهار تا چیز واجب هست که بهش نیاز داره هی پا میکوبه هی میگه گرسنمه خلاصه که در آخر میدونیم سیستم کالری جوابگو نیست چرا که خیلی فاکتورهای دیگر رو در نظر نمیگیره علاوه بر مواردی که گفته شد ژنتیک هورمون‌ها، ها استرس و خواب هم میتونه باعث افزایش وزن بشه حتی وقتی که شما کالری اضافه دریافت نمی کنید. مورد چهارم خوردن چربی باعث جمع شدن چربی اطراف شکم میشه یعنی چربی شکم از چربی که میخوریم میاد خیر چربی شکم از انرژی مازاد میاد این انرژی مازاد هم میتونه از چربی که خوردید باشه میتونه از کربوهیدرات باشه یا قند یا هر چی کنه. کجا فرق میکنه؟ همون داستان انسولین که قبل تر گفتم اگر قند خونتون و انسولین بالا بره بدن شروع میکنه به ذخیره انرژی حالا میخواد انرژی مازاد باشه یا نباشه اینجا دیگه خیلی براش فرقی نمیکنه بدن فقط اینو میدونه که وقتی انسولین بالاست باید هر چی میتونم ذخیره کنم حالا جالبه بدونید که چربی خالی هرچند حجم زیادش اصلا خوب نیست اما انسولین رو به ندرت تحریک میکنه یعنی باعث جمع شدن چربی در اطراف شکم نمیشه مگر اینکه در حجم کالری وحشتناک زیادی مصرف بشه برعکسش اند حتی در کالری کم کلید افزایش وزن رو خیلی زود روشن میکنه مورد پنجم نسخه کم چرب مواد غذایی شما رو لاغر میکنه خیر این طرز فکرم از همون مورد قبل میاد که وقتی اون درست نیست قاعدتا هم درست نیست اما مشکل اصلی اینجاست که عموم افرادی که این رو باور دارن خب میرن سراغ مواد غذایی که به ذات پرچرب هستن اما با فرایندهای مختلف سنتی کمچرب شدن اما مشکلی با مصرف مواد غذایی کمچرب ندارم هر چقدر دلتون میخواد کاو بخورید اصلا هم چرب نیست هیچ مشکلی هم نداره یا کلا سبزیجات غیر نشاسته ای که کلی خواص دارن اما مشکل وقتی ایجاد میشه که ما میریم سراغ منابع غذایی که به ذات باید پرچرب باشن مثل پنیر ماست خامه بعد میخوایم نسخه بدون چربیش رو بگیریم مشکل اولی که ایجاد میشه عدم احساس رضایت از خوردن این مواد غذایی هست چون ناقص شده مورد دوم اگر چربی نداره پس چی داره وقتی به ذات باید چرب باشه چیکارش کردن که نیست یا آب خالی شده که مزه نمیده یا اگر هنوز خوشمزه است در اصل شیرین شده یا شیرینیش این دفعه به چشم میاد مثلا پنیر رو در نظر بگیرید هر چقدر چربتر باشه مثل چدار کربوهیدرات کمتری داره که مثلا چدار خوب اصلا نداره پس در آخر قند خون خیلی خیلی کمتر تحریک میشه اگر پروتئین داشته باشه مثل همون چدار بری پارمژان بلوچیز دیگه خیلی خیلی بیشتر شما رو سیر نگه میداره حالا شما بیاین برعکس پنیر کمچرب اول صبح بخورید یک ساعت بعد گرسنه شدید این گرسنگی هم همون گرسنگی کاذب هست یا ماست کمچرب کره بادوم زمینی کم چرب همگی به همین شکل مشکل دارن و در آخر خوب نیستن چرا که این منابع غذایی به ذات پر چرب هستند یا مصرف نکنید یا نسخه اصلی و طبیعیش رو مصرف بکنید چیزی که طبیعت در اصل به ما داده جا داره یه چیز این وسط اضافه کنم من زمان زیادی رو برای تحقیق و درست کردن این قسمت ها میذارم با لایک کامنت و به اشتراک گذاری کمک بزرگی به من میکنید اگر به این محتوا گوش میکنید و خیلی حال کردید میتونید با دادن 5 ستاره امتیاز در اپل پادکست و اسپاتیفای از تولید این محتوای رایگان حمایت کنید پیشا پیش ممنونم برگردیم به موضوع اصلی مورد ششم همه کربوهیدراتها هستند این یه ور دیگه یه بازاره که همه داد میزنن کربوهیدرات بده که خب بازم غلطه لزوما تمام کربوهیدرات ها بد نیستن باز مثل چربی خوب و بد دارن ته تهش و خلاصه کربوهیدرات رو میشه به سه نوع تقسیم کرد شکر نشاسته و فیبر شکر و نشاسته خب مشخصه برای عموم افراد خیلی خوب نیست برای افرادی که مشکلی با کاهش وزن یا دیابت دارن قطعا خوب نیست کربوهیدراتها ها ترکیبی از این ستا هستند اما کربوهیدرات خوب اونی هست که بیشترین میزان فیبر رو داره که عموما سبزیجات هستند غلات هم میتونن فیبر داشته باشن اما خیلی دلتون رو به اون فیبر خوش نکنید فیبر خوب در سبزیجات هست که غذایی برای باکتری های روده هست برخی هم میگن کربوهیدرات به کل نیاز نیست که در جواب به اونها باید بدونید که تو این خالی خوردنش هم میتونه قند خون رو یه مقدار بالا ببره از طرفی برای هضم درستش به باکتری های خوب نیاز دارید این باکتری ها هم سبزیجات میخوان خلاصه که آم... کربوهیدرات همش بد نیست اما از طرفی بدهاشون خیلی واضح هستن قند خون رو بالا میبرن شدیدن برآوری شده هستن شما رو گرسنتر از قبل میکنن و در آخر مودتون رو تغییر میدن برای مدتی به شما حس خوبی میدن اما بلا فاصله برمیگردید به همون بدخلقی قبل به عبارتی میتونن اعتیاد آور باشند مورد هفتم رژیم یعنی خوردن مواد غذایی بدمزه خوردن غذاهای خشک بی نمک کم چرب غذاهایی مثل کیک برنج خب قاعدتا درست نیست نه تنها درست نیست بلکه کاملا هم غلط است باید بدونید که این غذاها بیشتر شما رو چاق میکنن چرا؟ خب هیچ وقت از خوردن غذا دست نمیکشید هیچ وقت احساس رضایت نمی کنید چون هیچ وقت چیزی که بدن واقعا نیاز داره رو بهش نمیدید بدن پروتئین میخواد برای ساختن و حفظ بافت های خودش نمک میخواد برای املاحی که داره برای حفظ گردش خون سلامت عضلات یه چیز ترش میخواد برای تقویت اسید معده مقداری چربی میخواد برای سوخت و ساش و در آخر مقداری فیبر میخواد برای غذای کارگرای زحمتکش روده همون باکتریا وقتی اینجوری بهش نگاه کنید خیلی ساده است از طرفی برای خوشمزه شدن هر غذایی سه تا چیز واجب است چربی نمک یه ماده اسیدی خیلی ادویا هست اما اگر این سه تا نباشه هر کاریش کنید خوشمزه نمیشه و احساس رضایت نخواهید کرد غذای سالم اینا رو میخواد به اضافه همون پیبرو پورتوی. همین ها رو در نظر بگیرید بعد ببینید چقدر احساس رضایت میکنید بعد نیست بدونید بلا نیازی به دسر یا شیرینی نداره بلکه مغز ما هست که میخواد خیلی دلایل داره یکیش بالا رفتن دوپامین و احساس رضایت موقت اسمت 16 رو ببینید در آخر رژیم واقعی یعنی منابع غذایی واقعی چیزی که بشه تا آخر عمر مصرف کرد و نه فقط برای شش ماه یا تا عروسی بعدی انواع گوشت قرمز سفید ماهی تخم مرغ پنیر پرچرب خامه ترش سبزیجات غیر نشاسته‌ای، ای و دانه ها کره روغن زیتون و همسالشون مورد هشتم بهترین راه آب کردن شکم رژیم خام یا ویگن هست اه. شبیهش همینه بهترین راه آب کردن شکم کارنور دایت یا گوشتخواری هست که بازم علت اینکه این دو سبک غذایی باعث کاهش وزن میشن محدود کردن منابع غذایی تیم مقابل نیست بلکه حذف کردن خیلی مواد ناسالم مثل بسفور یا نون و برنج هست به عبارتی همون کربوهیجات های ناسالم هر دو سبک برای کوتاه مدت یک تا سه ماه شاید بد نباشن به شما فرصت میدن که بیشتر با بدن خودتون آشنا بشید اما بیشتر از سه ماه هر دو مشکلاتی رو دارند. در گوشتخاری به مرور تنوع باکتری های موجود در روده کم و کمتر میشه و میتونه برای برخی افراد دردسرهایی رو درست بکنه. در ویگن فرد شدیدن دچار کمبود مواد غذایی میشه. پوکی استخوان و خیلی مشکلات مختلفی که در بلند مدت خودشون رو نشون میدن. قسمت 54 رو ببینید. در کل با همه سر و صداهای مختلفی که برای رژیم خاص هست فکر میکنم انسان از اول همه چی بوده و هست و بهتر این تنوع رو حفظ کرد این رو ولی اضافه کنم ایده ای هست که خیلی وقت پیش شنیدم ولی یادم نیست از کی افراد بالای هفتاد سال و سالم در کشورهای مختلف غذاهای مختلفی میخورن و خیلی سخته که بگیم کدوم سبد غذایی برای طول عمر بهتره غذاهای متنوع همه جا هست اما یه چیزی که بین همه مشترکه سبد غذایی کوچیکه یعنی تنوع کم حالا ایده این هست که هر شخص باید از متنوع ترین منابع غذایی شروع بکنه و به مرور زمان مواردی که بهش سازگار نیست رو حذف کنه اینطوری وقتی فرد به پنجاه رسید ده مدل غذا سبد اصلیش باشه حتی کمتر و دیگه بچسبه به اون پکیجی که براش ایدئال هست این مواردی که حذف میشه قطعا شخص به شخص کاملا فرق میکنه و قاعدتا از منابع غذایی سالم شروع کنید تنوع توی شکلات شیری به دردتون نمیخوره مورد نهم اگر میخواین شکمتون آب بشه دراز نشست برید این یکی خیلی هم تیپیکال هست کلی ویدیو هست عموما افراد با سن خیلی پایین که میگن اگر شکم تخت میخوای این پنج تا حرکت رو انجام بده یا هر روز پنج ست از این برو و ده روزه شکمت آب میشه همه گی بی پای اساس هستند هیچ ارتباطی بین ازولات یک قسمت از بدن و چربی های همون قسمت وجود نداره داغ شدن اون قسمت در اثر ورزش فقط نشون دهنده افزایش گردش خون در اون عضله هست شما عضله رو قوی میکنید همین و تازه که چه بسا مقداری حجم عضله وقتی بیشتر میشه در آخر سایز شکم هم بیشتر میشه حالا یعنی ورزش شکم نکنیم خیر مثل هر عضله دیگه ای باید عضلات شکم رو قوی کرد ولی لزوما نه با دراز نشست که خودش خیلی عوارض برای کمر داره میشه با حرکات ترکیبی هم به این نتیجه رسید یا ساده تر بلانک. پس چربی سوزی موضعی به هیچ وجه نداریم از اون طرف از سازی موضعی چرا داریم و جواب هم میده شاید بعد نباشه قسمت چهل رو ببینید حالا چربی شکم اول میاد و آخر هم میره داستان جالبی داره که اگر ندیدید قسمت دوم رو ببینید یه خورده کیفیت پایین احتمالا ازتتون میکنه ولی خب گوش کنید مورد دهم ده اگر میخوای لاغرشی باید هر روز چندین کیلومتر بدوی خیر هرچند اثر داره اما واجب نیست اثر دویدن یا هر نوع ورزشی که ضربان قلب رو مدام بالا نگه داره کاهش شدید قند خون هست قند خون خیلی سریع پایین میاد اگر که چیزی بخورید که خب اصلا انگار نه انگار در آخر هیچی به هیچ لاغرتر نمیشید اگر چیزی نخورید قند میفته بدن میره سراغ گلایکوژن و ازولات در آخر سایز شما کم میشه وزنتون کم میشه اما میشید همون اسکینیفتی که اول ویدیو گفتم هنوز چربی های بدنتون زیاد هست و بدن در کل شلوول تازه بعد این نوع ورزش شدیدن ولع خوردن خواهید داشت که باز اگر بخورید لاغر نمیشید اگر نخورید از رو از دست میدید اینم اضافه کنم دویدن به ذات چیز بدی نیست چطوری بدوید مشخص میکنه که شما روز به روز قوی تر بشید یا ضعیفتر. کافی دوندگان ماراتون رو جستجو بکنید و همینطور دوندگان سرعت اونی که ایدال هست مدل دوندگان سرعت هست حالا سوای از دویدن ورزش خوبی که به درد چربی سوزی بخوره ورزشی هست که قند رو خیلی نندازه حجم زیادی کورتیزول در بدن ترشو نکنه این یعنی ورزشی که به صورت ست ست انجام بشه استراحت کنید و ضربان قلب پایین بیاد مثل بلندسازی یا سری ورزش های هیت که باب شده جدای از این موارد پیاده روی فوق العاده میتونه برای چربی سوزی خوب باشه پیاده روی طولانی در آخرین ساعات فست و پیاده روی کوتاه بعد از صرف غذای سنگین ایدال نوع پیاده روی به ترتیب برای چربی سوزی و کنترل قند خون هستند. خلاصه کنم این قسمت رو. همیشه میگم اضافه وزن یک بیماری نیست، بلکه نتیجه یک بیماری هست و اون چیزی نیست جز عدم تعادل هورمونی. میشه چربی ها رو به دو روش آب کرد. یک کاهش کالری دریافتی که کوتاه مدت جواب میده برای افراد جوان جواب میده اما بغیر از این حالت ها نه دو اما درست کردن مشکل از ریشه هست مشکل اصلی یعنی عدم تعادل هورمونی به علاوه این به علاوه خیلی مهمه مقداری کم کردن کالری دریافتی هر راه کاری نشونتون دادن که دست روی ریشه یعنی تعادل هورمونی و مخصوصا انسولین نزاشت بهش شک کنید شک کنید که اون راهکار بتونه شما رو در بلند مدت به جایی برسونه مثل همیشه هدف رو از لاقری بردارید و بذارید روی سلامتی اگر از نظر هورمونی فرد سالمی باشید نمیگم سیکس پک خواهید داشت اما قطعا شکم تختی خواهید داشت از همه مهمتر مود یا خلق و خوی خوبی خواهید داشت هی hey, مریض نمیشید و اعتماد به نفستون شدیدن بهتر میشه ترجیح میدید لاغر و مریض باشید یا فیت سالم اگر فیت و سالم پس به دنبال تغییر سبک زندگیتون از پایه باشید آره سری لاغر نمیشید آره به عروسی آخر این ماه نمیرسید اما شش ماه دیگه حالتون بهتره سال دیگه اعتماد به نفستون بیشتره و دو سال بعد زندگیتون از این رو به اون رو میشه اگر از این قسمت خوشتون اومده توصیه میکنم قسمت 24 اصول اولیه چربی سوزی رو هم ببینید ممنون که تا اینجا من همراه بودید اگر مطلب یاد گرفتید لایک و سابسکرایب کنید اون زنگوله رو هم بزنید که هیچ قسمتی رو از دست ندید اگر مفید بود با عزیزانتون به اشتراک بذارید اگر به صورت پادکست به این محتوا گوش میکنید به کانال یوتیوب هم سری بزنید این سری قسمت ها فقط اونجا آپلود میشه اگر مایل بودید میتونید با حمایت مالی از داخل و خارج از کشور کمک بزرگی به تولید این محتوای رایگان کنید پیشاپیش ممنونم در آخر مثل همیشه امیدوارم با تنی سالم و دلی شاد از دکتر و راه بیمارستان دور بمونید موفق باشید تا بعد حالا سوای مورد پنجم پنجم نه